دوستان عزیز، رسیدیم به بخش فرمول بندی. فرمول بندی موردی یک درمان خاص یا یک رویکرد خاص نیست که بگیم آقا ما این رویکرد رو ارائه دادیم در درمان شناختی رفتاری و الی آخر. نه، یه روشیه، یه تکنیکیه که ما بر اساس اون درمان شناختی رفتاری رو انجام میدیم. در حقیقت نقشه راه درمان شناختی رفتاری. مسئله اصلی اینه که فرمول بندی به صورت انحصاری و انعطاف پذیره. یعنی چی؟ یعنی بر اساس هر مراجع ما فرمول بندی خاص اون مراجع رو داریم. این شکلی نیست که ما یک فرمول بندی کلی داشته باشیم و برای همه مراجعین از اون استفاده بکنیم. هر مراجع برای هر مشکلش، که یکی مشکل جنسی داره، یکی مشکل وسواس داره، یکی مشکل افسردگی داره، یکی مشکل اضطراب داره، برای هر کدومشون جداگانه فرمول بندی طراحی میکنیم و منحصر اون مراجعه میشه اون فرمول بندی. مثل همون نقشه ساختمانی که واسه یه ساختمان یه نقشه رو طراحی میکنم با یه فونداسیون خاص، با یه میلگرد خاص، با یه بتون خاص و یه ساختمان دیگه یه طراحی دیگه. این فرمول بندی راهنمای درمانگره. درمانگر بر اساس این فرمول بندی پیش میره، قدم به قدم و بر اساس این فرمول بندی. آقا این جلسه این تکنیک رو استفاده میکنیم، این جلسه این هدف رو داریم، جلسه بعد این کار رو قرار انجام میدیم، جلسه بعد به این هدف قرار برسیم و الی آخر. و از همه مهمتر این که فرمول بندی مبتنی بر شواهده. مبتنی بر شواهده یعنی چی؟ یعنی عزیزم شما جلسه قبل شرح حال بالینی گرفتی، ارزیابی انجام دادی، تست روانسنجی انجام دادی و بر اساس اون شما این فرمول بندی رو طراحی کردی. پس دقت داشته باشین دوستان عزیز، واسه اینکه یک نقشه راه درستی داشته باشین، یک فرمول بندی دقیقی داشته باشین، اصولیش اینه که یک شرح حال دقیقی رو داشته باشید. هر چقدر شرح حال بالینی شما دقیق‌تر، ریزتر، بعد به قولی میگن طوری باشه که مولا درزش نره، همونطوری فرمول بندی شما دقیق‌تر، ریزتر و قابل اجراتر و به موفقیت نزدیک‌تر میشه. من سرتون عرض کنم که فرایند درمان شناختی رفتاری با رویکرد فرمول بندی این شکلیه. ارزیابی رو انجام میدیم، فرمول بندی موردی، تشخیص و بعد میرسیم به طرح درمان. طرح درمان رو میچینیم و با مراجع خودمون به موافقت میرسیم، به توافق میرسیم که اوکی ما میخوایم این پروتکل درمانی رو اجرا بکنیم، این فرایند درمانی رو با هم دیگه پیش بریم و بعد شروع میکنیم فرایند درمان رو. بعد از اینکه فرایند درمان رو شروع کردیم، یه ارزیابی وسط می‌کنیم، پیگیری پیشرفت بررسی می‌کنیم، آ به نتیجه رسیدیم یا نرسیدیم. این فرمول بندی که من انجام دادم جواب میده یا نمیده. اگر جواب داد، درمان خاتمه پیدا می‌کنه. اگر اون پیشرفتی که مد نظرتونه به اون نرسیدین، مجددا ارزیابی می‌کنیم. مجدداً فرمول بندی، مجدداً طرح درمان و دوباره درمان و دوباره ارزیابی. این فرایندی که در درمان شناختی رفتاری صورت میگیره. دوستان عزیز، چرا ما از رویکرد فرمول بندی استفاده میکنیم؟ یک، مراجع طبیعتاً با یه مشکل وارد اتاق درمان شما نمیشه. میاد میگه آقا من اضطراب دارم، با همسرم مشکل دارم، افسردگی دارم، فکرم مشغوله، بعد با بچه‌هام اختلاف دارم. پس به خاطر تعدد مشکلات ما باید فرمول بندی انجام بدیم که بتونیم اولویت بندی بکنیم، به ترتیب و اصولی پیش بریم. ارائه خدمات درمانی مختلف، شاید لازم دارو درمانی صورت بگیره، شما قراره ارجاع بدی به روانپزشک. شاید قراره از هیپنوتراپی استفاده بکنی. اوکی؟ از مایندفولنس استفاده بکنی. از بقیه رویکردها استفاده بکنی. اوکی؟ شما خدمات مختلف ارائه میدی.
پس به ناچار باید این خدمات در یک بسته‌ای به صورت هدفمند و مشخص باشه و اون بسته اسمش فرمول بندیه. موقعیت هایی که قابل انطباق با پروتکل های مبتنی بر حمایت تجربی نیست. مراجعی داریم با یه مشکل خاصی که آقا پروتکل درمانی خاصی برای این تعریف نشده. الان شما بررسی بکنید واسه ابسوردیتی ما پروتکل داریم، واسه استرا پروتکل داریم، واسه وسواس پروتکل داریم، واسه مشکلات جنسی پروتکل داریم، واسه اختلالات جسمی پروتکل داریم، ولی خب یه تعداد مشکلاتی هستن که می‌بینی آقا در هیچ پروتکلی نمی‌گنجد. پس شما میای یه پروتکل مخصوص به مراجع طراحی می‌کنی، اسمش میشه فرمول بندی موردی. وقتی درمان دارای حمایت تجربی نیست، یه درمانی رو استفاده میکنیم که آقا حمایت تجربی نداره، یعنی روش پژوهش صورت نگرفته مثلا فلان، ما میخواییم از یه تکنیکی استفاده بکنیم که مثلا اولین بار داریم از این تکنیک استفاده میکنیم در این اختلال خاص، فهم خاطر شما باید فرمول بندی بکنی این رو تا بقیه هم بتونن اگر لازم شد از این استفاده بکنن. امتناع از درمان، یه جایی مراجعه آقا میگه من نمیخوام درمان انجام بشه، مقاومت داره. اگر شما فرمول بندی انجام بدی و به دقت مراجعه ببینه که شما هدفمند داری پیش میری، قاعده مند داری پیش میری، طبیعتا مقاومتش کاهش پیدا میکنه یا میشکنه. مشکل در برقراری رابطه درمانی، آقا مراجعه همکاری نمیکنه. اگر مراجعه همکاری نمیکنه ما قرار دعوا بکنیم. اگر فرمول بندی داشته باشیم متوجه میشیم که آره این مراجعه اگر رابطه برقرار نمیکنه، همکاری نمیکنه، این مقاومت داره. پس ما اول باید روی مقاومتش کار میکنیم، یعنی همه چی به صورت ریز و دقیق و شفاف اونجا نوشته میشه، همه چی جلو دست منه. شکست درمان، آقا این فرایند درمانی من به نتیجه رسید یا نرسید، این پلن هایی که من چیده بودم واسه این مراجعه، مثلا این تکنیک رو کار بکنم، این روی کرد رو کار بکنم، فلان تکنیک رو استفاده بکنم، فلان هدف رو دارم واسه جلسه ششم، به نتیجه رسید یا نرسید. تعدد درمان ها، ما این همه روی کرد درمانی داریم، خب همش رو روی یه مراجعه قرار استفاده بکنیم؟ نه، بگیم آقا متناسب با این مراجعه من فلان تکنیک، فلان تکنیک و فلان تکنیک رو استفاده میکنم. پس این دلیل اصلی ما برای استفاده از فرمول بندی. عناصر فرمول بندی چیه؟ فرمول بندی ما مکانیسم های احتمالی، خواستگاه ها، عوامل آشکارساز، علائم، اختلال، مشکلات و عوامل محافظت کننده رو بررسی میکنیم. اینا شاکله اصلی فرمول بندیه، ولی الان اینجا قشنگ به صورت کامل بهتون یه فرم فرمول بندی نشون میدم. آها این اسلاید ببین، تو فرم فرمول بندی شما میایی نام مراجعه رو مینویسی، تاریخ، تشخیص، علائم. آقا مراجعه من مثلا اسمش زهراست، من تشخیص اختلال پنیک رو دادم همراه با مثلا هراس اجتماعی یا ترس از آسانسور. علائمش چیه؟ نفس نفس زدن، مثلا از حال رفتن، مثلا علائمش رو می‌نویس. عوامل شکل دهنده، چه چیزی باعث شده که این خیلی مهمه، ما میگیم ماشه چکان، عوامل شکل دهنده. خب آقا مادر بزرگش در 7 سالگی مریض بوده و میمیره، خواهر بزرگترش هم دچار حملات قلبیه، خب این باعث شده که مثلا توی خانواده‌ای باشه که یه خانواده تنشیه، این باعث شده که این حملات پنیک درش وجود بیاد. مسائل موقعیتی، توی جایی شغل پیدا کرده که مثلا راهش دوره، باید از ماشین استفاده کنه، باید ماشین برونه. خب الان که نمیتونه ماشین برونه، نامزدش میبره میاره، فکر میکنه اگر رانندگی بکنه مثلا از حال میره،
قش میکنه. عوامل زیستی، وراثتی، ژنتیک، پزشکی. اوکی؟ مادرش اضطراب مزمن داره، اما تا حالا تحت درمان نبوده. خیلی مهمه نکات قوت و برخورداری. این مراجع من از چه توانمندی هایی برخورداره؟ باهوش، دارای قدرت بیان خوبیه، اهل شوخیه، بعد با نامزدش رابطه خوبی داره، با خانوادهش رابطه خوبی داره. هدف درمان ما چیه؟ آقا ما میخواییم حملات پنیک رو کاهش بدیم. خب مراجعی میشه یک، یه هدف اول، میخواییم حملات پنیک رو کاهش بدیم. دو، میخواییم مراجع به جاهای شلوغ بره بدون اینکه حملات پنیک اتفاق بیفته. سه، میخواییم مراجع ما مثلا سوار ماشین بشه، سوار آسانسور بشه، از هر چیزی که ترس داره. خب اینها رو مینویزی، اینا رو هدف گذاری میکنی. آقا یک، دو، سه، چهار. ما از این تعداد جلساتی که قرار برگزار بکنیم هدفمون اینه. بعد میرسیم به رویدادها. یادتونه تو شناسایی باورها موقعیت‌ها رو نوشتیم؟ دقیقا همون هاست. اونها رو قشنگ ریز مینویسی. اوکی؟ من وقتی مثلا سوار آسانسور میشم، وقتی رانندگی میکنم، خب اینا مثلا رویداده. فکر میکنم که قرار آسانسور سقوط بکنه، قرار ماشین قش بکنم، قرار ماشینم خراب بشه و الی آخر. هیجان، استراب، تنش، تعریق، نمیدونم نفس نفس زدن و الی آخر. اوکی؟ طرحواره های من چیه؟ طرحواره های این مراجع من چیه؟ طرحوارش اینه: مطمئنم آسیب میبینم، میدونم تصادف میکنم، همه چی تو زندگی خطرناکه، آدم باید همیشه مواظب خودش باشه. این طرحواره های بنیادی مراجع هست که باید روشون کار بکنیم. اوکی؟ فرض در قبال این طرحواره ها یه فرضیه های کارآمدی هم داره. اونا چی هم؟ مراجع میدونه آقا این ترس هایی که داره غیر واقعی، فقط مشکلش اینه که خودکنترلی نداره. دقت میکنیم؟ یا مثلا مراجع خودش میدونه که همیشه آدم سوار آسانسور میشه، قرار نیست آسانسور سقوط بکنه، ولی نمیتونه وارد آسانسور بشه. مثلا شناخت داره به باورهای خودش، شناخت داره به پرواره‌های ناکارآمد خودش. اوکی؟ بعد وارد طرح درمانی میشی. آقا یک، قرار بازسازی شناختی انجام بدم. مثلا بازسازی شناختی از طریق بررسی شواهد، از طریق مشخص کردن خطاهای شناختی، بعد استفاده از حد افکار الی آخر. این طرح درمانی تکنیک رو استفاده میکنم واسه اینکه مثلا استرابش رو کاهش بدم. مثلا دو، از آرامش آموزی استفاده میکنم، از تکنیک تنفس استفاده میکنم و استرابش رو کنترل بکنم، از تکنیک مواجهه سازی استفاده میکنم. خب یا مثلا از تکنیک غرق سازی استفاده میکنم، از تکنیک مدل سازی استفاده میکنم. این طرحهای درمانیه که باید همسو با هدف درمانی باشه. اگر شما یه همچین نقشه راهی داشته باشی، کاملا مشخصه که آقا ما قرار کجا بریم، چطوری بریم، به کدوم مقصد برسیم و نتیجه‌مون چیه. و جالب، این مسیر قابل ارزیابیه، این مسیر قابل بررسیه. پس لطفاً سر فرمول بندی تمرین‌های خیلی زیادی انجام بدید. این سومین تمرینی که باید انجام بدید. فرمش رو در اختیارتون گذاشتیم. حتماً و حتماً و حتماً این رو تمرین بکنین چندین بار، چون این نقشه راه درمان شناختی رفتاری در حقیقت.